ران لدونکو تاسو ته سلام او درنه و وړاندې کوم په تیر او سمو ده کې افغانستان څخه یو لک چلويخ زره افغانان له کډوالۍ او د غراز د افغانستان څخه د وټو په لار کې له افغانستان څخه وټل دي او د غراز د کډوالۍ سخت لارې خپل کړې دي دلته په افغانستان کې دوا اومده عوامل چلیوبل سره د یوه کړي د دواو زنجیرونو پتو کې اته د لشي هغه او افغانستان کې اقتصادي وضعیت او د غراز روان نا امن نا امن وضعیت ده چې په افغانانو اغېز پر واصله د پاسپورت ریاست ته کاته سر ورشي حالت هارومرو کترونه ویني چې خلک په ګنډ شمیر کې ولړ دي او له هم دغه ځای بلاخره د بهار او په ځنګړې توګه اروپا پر لور د سفر تکالپایلګي بیا ورپسې د هر سفارت مخې ته د ګڼ افغانانو کترونه تاسو ګوري چې هغه هم د همدی کړي ولړیدا بلاخره په افغانستان کې دغه پدیده په وی یو کال کې وله ډیره شو او نامني او اقتصادي وضعیت وله خراب شو ترڅنګ د کنټرول لپاره کوم کارونه کې دی شي او رغن د کارونه چې حکومت ته وړاندې شي هغه بڅوي په همدې مسایلو د افغانستان د کډوالو بیرتراستنیدونکو لپاره خوانی وزیر خاغلی جماهیر انوري سره بحث لرو ترغه مخې لاندې سبيا هم خړاغلاس ویل کترنګ چي يادونه وشو په افغانستان کې د کډوالۍ بهیر د ګړندیتو په حال کې د هر اوراد ګړن افغانان له هواڅ خه د وټو تکل کوي په دې مسالې کې اساسا ستونز کوم ځکه دا نور هغه عوامل چې د ودانديزونو مشورو په توګه تری یادیدنه کېږي په همدي میس کې تر با حاصلاندې نوس را سره په سټیو کې امدا شي به د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو په خوانی وزیر خغلای جماهیر انوري د اقا انوري به شما ډېر خوشامدیت میګیم ډېر سپاسګزاراسېم چې دعوت مې را پذیرفتین حالا مسلې مهاجرتای غزا فس افغانستان او همچنان تقاضای پناهندگی در کشورهای اروپی، اروپایی به نظر شما اساسا از کجا منشا میگیره و چرا روزافزون شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما سلام به بیننده های عزیز و هموطنان گرامی هم ببینین که در هر چیز یک عواملی موجود است که در افغانستان هم این پدیده از عوامل بسیار بنیادی منشا میگیره و عوامل عبارتند از عواملی است که باعث یعنی کردن یا باعث کشیدن افغانستان جوانان یا افغان ها از یا فشار برای خروج از کشور بله فشار امی اوامل فشار است و یکی اوامل جذب است اوامل فشار و نموست که در قدم اول بی امنیتی در خود افغانستان و بحراناتی که در منطقه آمده این مسائل است و مسئله دوم مشکلات های اقتصادی و مسائل سیوم دیگه کشیدگی های خانوادگی منطقوی مذهبی لسانی سمتی تمام امی عواملی هستند که باعث شده که اکتیاد افغان ها مخصوصاً قشر جوان ما که و خیلی نگران کننده است فرار برقرار ترجیح میتن و از افغانستان میبرند و ای باید ده ای عوامل رسیدگی شود ای عواملی است که باعث فشار میشه که تا طبع افغانستان مخصوصا قشر جوان است نیست و دارایی خوده یا تمام زندگی خوده یا به خطر بندازن و و برن به طرف کشورهای اروپایی و با گذشتن از سرحدهای مختلف کشورهای که د مسیر را قرار دارن بر یافتن یک زندگی بهتر یا مهاجرت میکنن در طی گذشت یک سال در فرار از کشور افزایش چشمگیری به وجود آمده چی است به نظر شما خب اولا خود گفتیم که مسئله زیاد و عوامل زیاد شما اشاره کردیم که میتون گفت همه جانبه بود ولی اساسی ترینش شما در چی میبینین؟ بالاخره در یک سال چی کار شد که افغان ها مجبور به ترک کشور شدن آن هم به این تعداد ببینید که ما در سالهای 2014 و 2015 بسیار یک تحولات عمیق سیاسی و بنیادی را در افغانستان ما شاهدش بودیم که اما مسئله انتخابات ریاست جمهوری بود که بسیار با چالش ها و بگو مگوهای همراه بوده که باعث دلسردی و عدم اعتماد مردم به آینده ها شد و دیگه هم خروج نیروهای که در افغانستان یا پای وظیفه میکردن و اضافه تر از یک لک نفر که در اینجا یا توان یا مسائل لوجستیکی از این مسائل از این که یک تیداد افغان های ما در اونجا اشتغال داشتن امرای از یا هم مشکل سر مشکل اضافه کرد یعنی بیکاری ها را به وجود آورد یعنی <applause> معلد بیکاری شد و از سونه دیگه مردم با, با چالش هایی که حکومت در پیش رو داشته و نتانسته که یک برنامه های انکشافی و پروژه های انکشافی را یا عملی بکنن که تا اشتغال زایی شود در افغانستان و این یک قسم مشکلات اقتصادی را بار آورد یا عواملی بوده که یعنی دی دو سال تقریبا یک بی نظیر بود که این مهاجرت ها گراپ بسیار سودی را پیمود که باعث یک بحران تقریبا جهانی شده میالیم خب حالا 14 سال در افغانستان گذشت و پولهای گذافی از جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد و حالا دیده میشه که سیلی از مهاجرین مقیم افغانان از کشور با بیرون میرن و این سرمایه است که افغانستان و آینده افغانستان به او روبرو است حالا 14 سال شما و حکومت قبلی چی میکردین و به نظر شما چرا در این مورد اساسا گام نگذاشتین خب ببینین همگی این می سوال دارن که گوید درست است که میلیاردها ها دلار به افغانستان سرازیر شده ای کاش که ای توسط خود دولت افغانستان به مصرف می رسید و به یک شفافیت و به یک درستی باید در پروژه های زیربنایی باید مصرف می شد شما دیدین که پروژه های زیربنایی از قبیل تولید برق باشه ایجاد پابریکات باشه و یا مسئله معادن باشه این چیزها اصلا نشد این کارهایی بود که توسط خارجی ها اکثرا تقریبا 80 فیصد نمی کمک ها توسط خارجی ها یا روی دست گرفته میشد و توسط از اوها برنامه ریزی میشد و در حقیقت یعنی پول از یک سو نشان داده میشد از سون دیگه هم خب اگر بپرسم آقای انوری بلنه. تا زمانی که شما دفتر خود را من وزیر عودت کنندگان و مهاجرین رها می کردن. آیا ارقام با شما وجود داشت که چقدر پور در این راستا مصرف شد ببینین اگر خود وزارت مهاجری نبگوین که کدام بودجه این نداشته دمی طول تقریبا پنج سالی که ما در اونجا کار کردیم یک حدودا یک سی میلیون دلار که از او هم از بودجهای سابق باقی مانده بوده تا صرف ما تانستیم کنو ما را مصرف بکنیم او هم در قسمت از اینکه جایی که شارک های مهاجرین ساخته شده بود اما زیادتر پول تقریبا حدودا 150 میلیون دلار از طریق یونسیار سالانه در قسمت صرف در افغانستان یا مصرف می شد و دیگه تقریبا معادل نصف از هم از طریق آی که سازمان بین المللی مهاجرت باشد و دیگه ارگان ها دیگه سازمان هایی که در افغانستان کار میکرد مثل این و دیارسی و دیگر سازمان ها <applause> اصلا افغانستان حق نظارت حتی بالای از یا نداشته همیشه تلاش ما مشکل ما امرای دونرها و امرای اینمی مؤسساتی که در افغانستان کار میکرد امیا بودن امیا هم شما گاه در زمان که وزیر بودن <applause> این مسئله را با رسانه ها و مردم شریک ساختن؟ دقیقا ما همیشه اینمی جنجال ما بوده و این مشکل نه تنها ولی این بار اول است که از اه اه سخنان شما بله. واضح میشه نه یک دفعه اگر شما گذشته های مصاحبه ما رو ببینید همیشه ما همیشه شکایت ها را داشتیم و و این مشکل هم در زمان ما بوده هم قبل از ما بوده هم امیال جریان داره امیال هم این می مشکل موجود است در حکومت فیلی هم این می مشکل موجود است ده. ما فکر می کنیم که در آینده ها هم می مشکل موجود خواهد باشه حالا گفته میشه که به وزارت فعلی مهاجرین و اوداد کنندگان یونیسیار ای یک میلیون پول نمیتن نه خیر نه خیر این فقط یک پورتوپولی است که یا میسازند و فقط به شکل نمایشی از نماینده افغانستان وزیر سیب مهاجرین و یا همراه های از او باشه از نماینده از وزارت خارجه ای را در جنیوا میبرند و در اونجا در مقابل جامعه جهانی یا را نشان میتن و فقط این پول ها توسط خود یونیستیار و مؤسسات و و دولت های کمک کننده به می مؤسسات سرازیر و واریز میشه و یک مقدار با آیویم واریز میشه از اون طریق یا مصرف میکنن خب آقای مشکل انوری سپاسگزار اگر حالا بیان روی این که راه ها چی از بالاخره این سیل که کنترلش حالا بسیار دشوار شده برای حکومت فعلی افغانستان چگونه میتونیم یک کنترل خوبی داشته باشیم راه های حل چی است برای از این مزل راه های حل است که اول خو باید از نگاه فرهنگی باید مردم باید ما آگاهی بتیم که ربطان به کشورهای بیگانه چه کشورهای همسایه باشه چه دیگه کشورها باشه از خود قواید و مقررات ملی و بین المللی خدا داره هر کشور قوانین به خصوص خدا داره و گذشته از و, و قوانین بین المللی است که امانا کنوانسیون 1951 جنیب است که باید از این موارد باید مردم افغانستان و یا مخصوصا قشر جوان ما باید آگاه شون تا کیس خود از نگاه سیاسی و در اونجا تثبیت کده نتانه قبول نمیشه و بعدا زمینه های جذب باید در افغانستان ما پیشتر زمینه های فشاری که باعث دفع میشه او رو گفتیم زمین, زمین های جذب هم باید آماده شود همانا باید بالای مؤسسات کمک کننده مثل یونیسی آی و سایر مؤسساتی که در عرصه مهاجرت و مهاجرین و برگشت مهاجرین کار میکنند باید بالای از این حکومت باید نظارت داشته باشه که نیست بدبختانه نیست باید ای ای این نظارت عمیق و بسیار دقیق صورت بگیره خیر علت عدم نظارت به نظر شما چی است خب علت عدم ادام... البته ما گفتیم نه همیشه پول ها نشان داده میشه از یک سو از سونه دیگه هم حکومت وجود داشت و حکومت وجود داره چرا پرسان نمیکنن و اگر همچه یک چیزی است فشارهای لازم چرا وارد نمیشه برای ها همه امی ما میره میگیم ما تا اندازه پشارها وارد کردیم و پشارها که وارد کردیم اتهامات مختلف هم به ما بسته شد در زمانی که ما بودیم و این اتهامات در حالی که برازی که یاد چی بگوییم امی خیانت های خود یا سرپوش داده باشند یا حکومت های افغانستان یا مورد انتقاد قرار میتند و یا را ملامت وقت میتن وقتی اونا انتقادات زیاد میشد و کرتیسیزم زیاد شده رفت شما هم دستوردار شدین و نخواستین که بالای این مسئله بیشتر فشار دارد ما, ما این موضوعات بارها گفتیم در مجلس کابینه هم گفتیم در از طریق میدیا و هم گفتیم و همیشه مکاتی و چیزا موجود هست امیالیم در خود وزارت همی اسنادهای تبادله شده موجود هسته، خب اما چی کنیم زور ما نرسید <applause> بنان همه کشورهایی که کمک میکنه او یک سلسله شرایط بالای افغانستان وضع میکنه یعنی در حقیقت یعنی میگن که شما ظرفیت همی جذب همی کمک ها را ندارین و شما نمیتونین که با شفافیت همین چیزا را چی،, چی کنین گویا مصرف بکنین این همین موارد است که اگر ما ظرفیت نداریم باید از این پولا باید ظرفیت ایجاد شود و تو هم نیست که حکومت افغانستان ظرفیت نداشته باشه ظرفیت ها موجود بوده هست همیالیم هم. اما اعتماد وجود نداره خب حالا یک دارد. مسئله که وزیر فعلی مهاجرین و عودت کنندگان به او اشاره داشتن گفتن که برای حل بحران مهاجرین افغان باید با کشورهای میزبان وارد گفتگو شوند به نظر شما یک رای حل خوبی است خب طبعا این هم خالی از تاثیرات مثبت نیست این تاثیرات خود داره کشورهای میزبان ببینید اونجا بعضی مشکلات های موجود است مثلا اسنادی که مهاجرین افغان داره این می اسناد از طرف کشورهای میزبان قابل قبول نیست برای اکثر کشورها مثلا در سویدن شما پاسپورت افغانی را نشان میدین و قبول نمی کنه این کارهای وزارت محترم خارجه است که باید این می سند تابعیت افغانستان باید بالای مقامات حکومتی و یا مسئولین اون امو, امو کشورهای میزبان باید را بقبولانند و دیگه یک افغان باید دوستیش باید از سه محکمه باید عبور بکنه با دزو بالاخره هم افغان بودن از این تثبیت شوه و سفارت ما باید سند تابعیت افغانستان بر از این تصدیق بکنه گفتن به حساب خودشان لیسیفقی میگن باید اکثرا اینمی بعضی کشورها اینمی موارد مراعات نمیکنن وقتی که ما مطمئن هستیم که وقتی که اگر ما این کشورهای میزبان این همی موارد ها صحبه خالی از تاثیرات مثبت نخواهد باشه و ما هم در زمان خود اکثر این همی مشکلات ها را رفتیم از نزدیک صحبت کردیم و بعضی همی مشکلات ها را منتفی ساخته بودیم و بازم ایجاب میکنه در همچ شرایط چیز که زیادتر ترجیح میتن که مهاجرین سوری و عراقی را و دوست افغانستان در عقب میمانه اگر واشم از از او گذری چی میشه در اینجا حق افغان ها طلب میشه و دیگر مسئله دیگه میبارد از گرفتن وکیل است که وکیلی که اکثرا و استخدام میکنن یعنی این مسئله که آقای انواری شما اشاره کردین طبیعتا چیزهایی بودن که تای سالها جریان داشت وره رای حل قطعی و همیشگی برش پیدا نشد حالا چی باید کرد که من حیث یک رای حل خوبی باشه با وقتی ما وارد میشیم با در رسای گفتگو با این کشورها اساسا کدام صحبت را باید بکنیم در حالی که یک عدم علاقمندی هم در این کشورها با وجود آمده و خصوص بعد از حملات فرانسا ببینین اکثرا قشر جوان ما مهاجرت ها میکنن و این قشر جوان ما وقتی که اطفال زیر سن باشند یعنی زیر سن عجده باشند حق, حق, حق، یعنی دیپورت کردن از یار نداره کشورها نظر به قوانین حقوق بشر و قوانین بین المللی و اول در قسمت از یار باید رسیده گشت و دوم کسایی که مریض هستند و سیوم کسایی که آیلدار و فامیلدار هستند این موضوعات و دیگه هم امی دوسیه مربوط به با افغان ها باید به شکل درستش از سی مکمه باید سپری شود وقتی زمانی که یاد دیدن که واجد شرایط نیسته یا باید دیپورت شون دو صورت هم از از کشورهای میزبان تقاضا میشه که شما میارد یک مدتی نگاه بکنین اینجا یک حرفه یا یک 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 چیزی را آموزش بدین که بره در افغانستان بتونه که با اون حرفه یاد ولی اشتغال حالا پیدا بکنه شما صحبت های اخیره نخست وزیر جرمنی را شنیدن که خانم مرکل به اشاره داشتند که افغان که به جرمنی آمدن و این مسئله سرازیر شد به کشورهای همجوارش و در تمام اروپا البته کشورهای زیاد اروپایی که افغان هایی که به علل اقتصادی به این کشورها می روند برای این کشورها پذیرفتنی نیست به خصوص جرمنی خب به این نیست که کلگی از زیاد دیپورت شوند و گفتیم با هر کشور از خود قانون داخلی خود داره و یک هم قانون بین المللی است ولی قطعی گفتن خانم مرکل که ما حاضر نیستیم که کسایی که دوسیه های یا پرونده های اقتصادی دارن ما اونا را بپذیریم بالاخره اونا را دیپورت میکنیم یا پس به افغانستان روان میکنیم خب ما چنین چیزی سریع را که چنین آخرین کنفرانسی که با رئیس جمهوری افغانستان آقای غنی داشت صحبت او فقط ما امروز چیز کدام یک پرتوقل نداریم امروز کشور آلمان که با اساس از او بتانن که یا یا دیپورت بکنن اول باید روی نمی یک پرتوقلی که یا یک یک یک, یک یا یک مایده یا تپام نامه که بین دو کشور باید امی با در نظر داشت موازین ملی و بین ملی باید امی موضوعات کنجانیده شو باید ای باید امضا شود. ای باید امضا شود دو اگر شما ما یک موضوع را که تقریباً 25 میلیون دلاره کشور آلمان امیال تخصیص داده که در افغانستان فرصت های شغلی باید ایجاد شود دقیقاً مخشوصن. یعنی این آن آه. چیزی نیست که باید مهاجرین افغان در آنجا پذیرفته شان خب ای این فقط اینمی فرصت های شغلی را یا میخواهیم که در افغانستان ایجاز ایجاز شما اشارات داشتند برای اینکه مشکلات افغانان که بیرون از کشور هستند و فعلا مهاجر هستند شما یادآوری کردین افغان های به خصوص نسل جوان که یک سیل عظیمی از افغانستان در حالت بیرون رفت است و یک سیل عظیم هم رفت رای حل در داخل کشور چی است و بالاخره دو معضل شما اشاره کردین اقتصاد و امنیت که فعلا در افغانستان در یک حالت وخیم قرار دارد به نظر شما فکر نمیکنین که احساس ملی و روحی ملی از طرف جوانان هم وجود نداره و افغان ها این حس را ندارن بالاخره افغانستان را کی بسازند و این روحیه را اولا چگونه میتونیم تقویت بده فرمودین باید اینمی یک احساس وطن دوستی در جوانان باید ایجاد شود و دیگه همین قاچاقبرای انسانی که افغانستان اینمی وسوسه را میکنن جوانان را گمراه میکنن و اقتصاد خانواده را برباد میکنن و ما تا یک قانونی نداریم که در وزارت محترم داخله که یا را به کدام ماده جرم باید ما متهم بسازیم ایارت جزا بتیم باید یک قانون جزایی هم باید در افغانستان در مقابل اینمی کاچکبار های انسان باید باوجود بیاید <تصفح> و هر زودتر باید این کار باید شود و دیگه از همی کمک هایی که واده شده تخصیص داده شود برای برای بعضی اشتغازایی ها و بعضی سرمایه گذاری های کوچک از سرمایه کوچک شروع شود که متشبسین خصوصی باید حمایت شود و خو سرمایه خو خود شوه. سرمایه گذاره بزرگ خود از خود شرایط خاص خود دارد ما نمیگم یک یا پتن استخراج شود سرمایه گذاره کوچک باید یا حمایت شود و دولت یعنی هدف شما تشبسات کوچک در بله بله بله, بله. و متاسفانه چون این یک حمایت ما هست و از تلویزیون ها یا میشنویم و خود ما میبینیم چون این یک حمایت چقدر ای لازم چقدر برمیگرده به مسئولیت های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که در این راستا هماهنگ شوند با وزارت های و ادارات دیگر ببینین زمانی که ما بودیم با 13 تا وزارت خانه ها سکتوری که مربوطی نمی مسائل میشه من جمله وزارت تجارت هم باشه یا وزارت کار و مور اجتماعی باشه ما های همکاری امضا کرده بودیم حالا خوشبختانه یک بوردی است که در سطح ریاست جمهوری که ریاست از اون شخصا جناب رئیس جمهور داره و یک بورد حاشیه‌ای هم دارن که در دا ریاست اجرایی که ریاست خوب آن وقت شما وزیر وزیر بودن و فعلا نتیجه این بوردها و این تشکیل ها چی بود و آه. گفته میشه یگانه و قوی ترین علتی که وزارت شما و همچنان حکومت قبلی وارد میشه اتهامی است که شما نتانستین که رای حل خوبی را ایجاد بکنین شما میگین که تشبسات کوچک باید در افغانستان تقویت پیدا بکنن ولی شما نکردین که بالاخره امروز این همه جریان داره ببینین خب در حالی که شما گفتین 13 وزارت با هم کار میکرد ببینین این ای, ای است که هر کس میخواد که برف بام خود از برف همسایه بندازه خب نتیجه چی بود که خب بام خود شما با بام دیگران ما نیست ما تقریبا منطقوی را تدوین کردیم امرای کشورهای ایران و پاکستان و افغانستان و یونسیار تا سال 2017 ادامه داره و در دا زمان خودمان بوده از امو در جمله 62 شارکی که ما داشتیم تقریبا 23 تای ازی چه گرفته شد از این جمله 12 تای روی دست گرفته شد در اونجا یک سلسله کارا انجام شد من جمله در بامیان است در خود کابل اینمی در قسمت کوچی هاست در مزار شریف این یعنی اینجا این کار انجام شده مهم. اگر شما در سایت های قبلی وزارت مهاجرین مراجعه بکنین این کارا شده زمنان باز ما برنامه می دادیم به دمی سیزده تا وزارت خانه می گفتیم که ما این در سالی که پیش روی داریم این ای چیز این چیز این ها را فکر نمی این برنامه را که شما یادوری کردین آقای انوری این برنامه روز بود که فردایش بالاخره ما میبینیم امروز هیچ چیزی از اون نماند مثلا چی یعنی به حساب روز چلیدین فقط گزاره کردین که امروز کار نشه ولی به فرداها فکر نشد ده این مورد یعنی اینکه وزارت مهاجرین یک وزارت همه کننده است یک وزارت اجرایوی نیست که خودش همه چیزا را تقلیف کنند دقیقا همین بله. چیزی که شما اشاره داره بله ناقای بله. انواری وزارت با هم میشن فکر میکنن که تشبوسات کوچک باید تقویت پیدا بکنن مم. و بالاخره سالها هم کار میکنن کارشان دو زمان تا یک حد نتیجه بخش بود ولی وقتی که او حکومت از بین میره و مشکلات یک ساله به وجود میه هیچ چیزی از او کارکردها باقی نمیمانه فکر میکنین که اون نتیجه بخش بود برای آینده افغانستان؟ چرا نه؟ ببینین ما برنامه میدادیم خب در سال روان شما میبینین که یک هزار مهاجرین افغانستان اف 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 رفتن و نسبت به تعداد که پس به کشور عودت کردن خیلی زیاد گفته شده خالب ما مسئولیت هیچ چیزی نداریم ما در زمانی که ما مسئول بودیم خب ولی یک تعداب شما گفته میشه که نمانده ببینین تعداب خود خو ما علتش گفتیم یک تعداد حدودا بیشتر از یک لک نفر سربازا خارجی از افغانستان رفتند و تحولات تحولات در منطقه آمد که کشورهای دیدین که لیبی سوریه همین سوال باز یا هم یا, یا هم مربوط شما میشه یعنی حکومت بله. قبلی میشه بله. میشه که اگر او وقت توجه به این میشد که تشبوسات آه. کوچک رشد پیدا بکنن این کاری که امروز جریان داره نمی شد زیادتر افغان ها مصروف کار می شدن و مجبور به ترک کشور نمی بودن خب اینطور هم نیست که نشده واسه در زمانی که بود ما گفتیم ما می که امی پروژه های زیر بنای از سابق نشده و حالی هم شده نمیتونه حالی هم مثلا ما استخراج معدن نمیتونیم که انجام بدیم مثلا تشبوسات حالی... کوچک هدف شما بود خب تش... کوچک تشبوسات خیلی بزرگی است که در افغانستان خود خب کوچک آینده افغانستان تش... کوچک صورت گرفته تشبوسات کوچک شده اینطور نیست که نشده باشد تش... فرض مثال کدام ها خب ایجاد یک تعداد فابریکا مثلا در شهرک هرات بود بچی یا, یا د ش... بمبار واضح است به شما ما ما خو وزیر تجارت نبودیم کورا بفهمم خو و او را هماهنگی داشتیم هم... که باید میفهمیدن هماهنگی بود درست ما ما فقط می که این دایی ای بخش این یک ای... ای باید شوه ما میگیم که این سال مثلا برنامه داشتیم که حدودا 30000 مهاجرین میایه شما در 30000 مهاجرین در بخشا در فابریکایتان و در جایی که پروژه های انکشافی داریم در دا اونجا دا باید بر اشتغال زایی شه با حکومت فعلی به خصوص با وزارت فعلی مهاجرین و عودت کنندگان در یک جمله اگر برام لطف کنین بفرمایید که از نظر شما در کارهای خود موفق است یا ناکام خوب به این شرایطی که هست هیچ کس موفق شده نمیتونه از خاطر از اینکه هم آنها در زمان ما هم یا یک بودجه این کشاپی نداشتن امیالی هم وزارت مشکل در کجاست کدام بودجه این کشاپ مشکل از دونرها یا از, از مدیریت خوب م... مشکل از زیادتر از دونر ها است دونرها فقط به می که خودشان ساختن عبارت از یونیستیار آیم باشد زیادتر سر از او اعتماد میکنن سر سر دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا اعتماد از یا ضعیف است باید یک اعتماد سازی شود بین از اگر از شما پرسش کنن وزیر فعلی عودت کنندگان و مهاجرین که ما با یونیتسیار و آی او ایم یا اداره بین المللی مهاجرت چی کار بکنیم؟ شما چی خواد گفته؟ فقط این موضوعات گفتم نی از طریق بوردهای مشورتی که تحت ریاست رئیس جمهور است این امی مشکلات ها گفته شود و بسط بلند باید امرای های کمیشنر که در خود جنیوا مقر از و همچنان رئیس آی اوم که وام در جنیوا استن امرای از وا باید صحبت بکنن که باید افغانستان حق نظارت در عمل کرد از یا باید داشته باشد شما که موفق نشدن فکر میکنید حکومت فعلی موفق شد یا وزارت فعلی؟ تال خود ما کدام نتایج مثبت نمیدیم بسیار زیاد تشکر آقای انواری سپاسگزار هستیم پا پاک اللہ سپارم